علی‌رغم ظلم و ستمی که به ویژه در سالهای اخیر به مسلمانان هند روا می شود، گزارش ها حاکی از افزایش تعداد مسلمانان و کاهش تعداد هندوها دارد. همکارم در ادامه در گزارش خود با اشاره به یک پژوهش دولتی در هند به واکاوی این موضوع پرداخته که با همان را می بینیم. بر اساس آنچه که مراکز تحقیقاتی دولتی هند فاش کردند، علی‌رغم رفتارهای ظالمانه علیه مسلمانان در هند، تعداد آنان در مناطق مختلف کشور به طور مداوم در حال افزایش و در مقابل تعداد هندوها در حال کاهش است. گروهی که حزب حاکم برای اجرای برنامه‌های ضد اسلامی خود از آنان استفاده می‌کند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، در گزارشی که به تازگی توسط شورای مشورتی اقتصادی نخست وزیر هند منتشر شده، سهم جمعیت اکثریت هندوهای کشور هند بین سالهای 1950 تا 2015 به میزان 7.81% کاهش یافته، در حالی که جمعیت مسلمانان در این دوره 65 ساله 43.15% افزایش یافته است. در این پژوهش که تحت عنوان سهم اقلیت‌های مذهبی تحلیلی بین کشوری منتشر گردیده، سهم جمعیت هندو در کشور هند در این دوره با 7.8% کاهش و به 78.6% رسیده است. در مقابل سهم جمعیت مسلمان و مسیحی به ترتیب با 43.15% به 14.09% و با 5.4% به 2.36% در دوره مشابه افزایش یافته است. به طور مشابه سهم جمعیت سیک و بودایی هم به ترتیب به 1.85% و 81% در مدت مشابه افزایش یافته است. مسلمانان هند از جمله پیروان اهل بیت علیهم السلام این افزایش جمعیت را موجب امیدواری بیشتر برای رویارویی با چالش‌ها و موانع پیش روی خود ارزیابی کردند. آنها همچنین به اهتمام بیشتر و سرمایه‌گذاری افزونتر نسبت به این مسئله به منظور ایجاد اتحاد و یکپارچگی در صفوف مسلمانان در مواجهه با حملات مداوم گروه‌های افراطی و سرکوب‌های اعمال شده توسط حزب هندوی حاکم به رهبری نارندرا مودی تأکید کردند. گفتنی است که اموال، دارایی‌ها و زیارتگاه‌های مذهبی و مساجد مسلمانان هند در میان سکوت جامعه بین‌المللی همواره در معرض حملات پی‌درپی گروه‌های هندوی تحت حمایت دولت قرار گرفته است. نهادهای حقوق بشری معتقدند جنایات، خشونت و نفرت پراکنی علیه اقلیت بزرگ مسلمانان هند از زمان روی کار آمدن نارندرا مودی، نخست وزیر افراط‌گرای هندو، از سال 2014 در حال افزایش است. لازم به ذکر است که هند 1.4 میلیارد نفر جمعیت دارد که 210 میلیون نفر آن مسلمان هستند. شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند از لکنو همراه ما هستند تا پیرامون این موضوع توضیحاتی را برای شما بینندگان عزیز ارائه دهند. آقای ادیب، سلام و عرض ادب. علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم آقای ادیب. با توجه به گزارشی که شنیدید، آیا با توجه به روند در حال رشد جمعیت مسلمانان در هند میتوان در آینده امیدوار بود که ترکیب جمعیت به نفع مسلمانان تغییر پیدا کنه و در نتیجه نقش آفرینی بیشتری در سیاست هند داشته باشه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علیه الطیبین الطاهرین. عرض شد خدمت شما که این گزارشی که ما الان دیدیم و چند روز قبل هم منتشر شد از توسط دولت هندوستان، خودش در این مناقشه زیاد هست و خود حرف و حدیث زیاد هست، ولی با هذا حال جمعیت مسلمانان در حال رشد در کشور هست، اما در جمعیت هندوها هم در حال رشد است و تفاوت بین هندوها و یعنی از لحاظ جمعیتی به از مثال اگر از منابع را ما نگاه کنیم، تفاوت در سال 1000
951-270 میلیون بوده، الان تفاوت یا فرق بین جمعیت 810 میلیونه، یعنی هندوها 810 میلیون نفر بیشتر از مسلمان ها هستن. لذا این که اصلا خیلی وقتا از خود هندوهای تندرو مانور داده می شود که مثلا مسلمان ها اینقدر در حال جمعیت هستن یا رشد جمعیت هستن که هندوها را پس می زنن و میان جلو، این اصلا امکانش نداره. ولی الحمدلله مسلمانان در حال رشد هستند و خیلی چیزها تویش هست، یعنی خیلی چیزها درش دخالت داره و این ممکن است بیان عوامل نرخ باروری بالای مسلمانان باشد. میان مدت زیادی از نسلهای جوان بین مسلمان ها زیاده، طول متوسط طول عمر بین مسلمان ها زیاد است و این تمام این وجود تشکیل یک گروه سیاسی قوی برای مسلمانان در هندوستان چالش های زیادی دارد. چون مثلا ما یه حزب خاص مسلمانان نداریم، ما مسلمان معمولا در حزبهای مختلف هستند و نمایندگی خاصی دارند و در 10 سال اخیر نمایندگی خیلی کاهش پیدا کرده در پارلمان از طرف مسلمان. الان هم که شما در حتما شد گزارش ها حتما هست و شیاویرز هم هست که الان ما فقط یه دونه وزیر بیشتر در کابینه اصلی هندوستان یه وزیر مسلمان داریم. یه جمعیت که 20% کل کشور رو تشکیل میده فقط یه دونه وزیر خیلی پایینه، یعنی از لحاظ تناسب جمعیت هم باید آمار وزرا، آمار کسانی که تو پارلمان هستن هم از لحاظ تناسب جمعیت باید داشته باشه. لذا برای تبدیل شدن به یک گروه سیاسی قوی مسلمانان باید به تناسب جمعیت خود در سیاست هندوستان نمایندگان بیشتر در مجلس کشور، در نهادهای دیگر باید داشته باشند، از حقوق و توصیه های اجتماعی و اقتصادی برخوردار شوند و این ایجاد تعادل و حفظ اون یک فرند دموکراتی میخواد و باید بین افشارهای مختلف مسلمانان باید اتحاد به وجود بیاد و بتوانن یک جماعت سیاسی قوی را تشکیل بدن. خیلی وقتا خود جمعیت بودن فایده نداره وقتی پراکنده باشن، از لحاظ سیاسی باید متحد شوند، باید دید سیاسی و نگاه سیاسی بین مسلمان ها روش کار شود و انشاءالله امیدوار هستیم که این نسل جدید بتواند با این رشته جمعیت در سالهای آینده بتوانه یه نقش خوبی، یه نقش بهتری در جامعه و سیاست هندوستان داشته باشه. با تشکر از شیخ مصطفی ادیب هندی، وکیل آیت الله العظمی شیرازی در هند از لکنو که دعوت ما را پذیرفتند و توضیحات لازم در این زمینه را برای شما بینندگان عزیز ارائه دادند.